محمد نبی سرولی، کارشناس روابط بین الملل از وین همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای سروری، دلیل اصرار پاکستان بر اخراج مهاجران اهل افغانستان علارغم مشکلاتی که این کشور با حوادثی همچون سیل دست به گریبان است چیست؟ من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران و بینندگان محترم این شبکه خبری. قبل از اینکه به جواب از این سوال پرداخته شود، با استفاده از این فرصت جا داره که از مهربانی و مهمان نوازی، سخاوتمندانه دولت و ملت شریف پاکستان طی این سالیان دراز که بیش از 14 می شود ابراز تشکر و قدردانی نمایم. اما در ارتباط با سوال خدمت در شود که فکر می شود که تشدید روند اخراج مهاجرین از پاکستان شامل یک سری از ترس و طمع‌های می شوند که ربط مستقیم به سود و زیان و منافع ملی پاکستان دارند. ترس به این معنا که طالبان معاهده دیورن را به رسمیت نمی شناسند و آنها تمام سعیشان را متمرکز به این امر نموده است ما چگونه بتوانیم زمینه الحاق مجدد اون بخشی از سرزمین را که در معاهده دیورند از افغانستان جدا شده او را دوباره به جغرافیای افغانستان فراهم کنند طالبان. و طالبان می خواهد با استفاده از طالبان همتبار پاکستانی خود با برانگیختن احساسات قومی و نژادی از آنها به قصد یک ایجاد پشتونستان بزرگ و با ترکیبی از ابزارهای نژادی و عقیدتی به قصد نفوذ در داخل جامعه و شدت مذهبی پاکستان می خواهند که راه را برای رسیدن به اهداف درازمدت خود هموار کنند و این امر می تواند که فراهم کننده نگرانی های موجه دولت مردان پاکستان شود. لذا می توانیم بگویم که دولت پاکستان با تسرع بخشیدن روند خروج مهاجرین از پاکستان میخواهد از یک طرف طالبان را تحت فشار قرار بده که در سیاست های خصمانه و شرورانه خود در قبال پاکستان تجدید نظر کنه و از جانب دیگر با این گونه اخراج های هدفمند دولت مردان پاکستان میخواهد که از ایجاد تشکل های سیاسی احتمالی بزرگ مرکب از مهاجرین افغانستانی و پشتونهای ساکن آن کشور جلوگیری به عمل بیاره. لذا من فکر میکنم که تمام این رویکرد از منظر دولت مردان پاکستان میتواند در حقیقت تامین کننده منافع ملی از او کشور محسوب شود. ولی با کمال تاسف باید بگوییم که در این میان مهاجرین بینوای افغانستانی قربانی سیاست های خصمانه دو کشور میشوند. بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.